سلام، در حاشیه رویداد و24 گپ هستیم در خدمت خانم نگار پورجواد، پرفورمنس مارکتر شرکت فیلیما. سلام خانم پورجواد، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون، معرفی میکنیم. مرسی، ممنون. من نگار پورجواد هستم، در حال حاضر پرفورمنس مارکتر مجموعه فیلیما هستم و به صورت پارت تایم و مشاوره ای با چند تا شرکت دیگه هم همکاری میکنم. در خدمتتون هستم. قربان شما. سوال اولم اینه که چقدر به این جنس همایش ها و رویداد ها و آموزش ها ما نیاز داریم؟ اگه بخوام خیلی ویژه در مورد GA4 بگم، ماجرا اینجوریه که باید بریم به سمت تحلیل. تا الان اگه وب رو هم شما نگاه بکنین، یه عالمه آموزش ابزار وجود داره، اما هیچ کدوم شاید تحلیل پشتشون نیست. یعنی همه آدم ها میدونن از اون ابزار چطوری استفاده کنن، اما نمیدونن جواب سوالاشون رو چطوری باید پیدا کنن. اگه که ایونت ها به سمت کارگاه محور باشه، یه چالش مطرح باشه و بریم دنبال در واقع جواب سوال اون چالش، به نظرم خیلی کاربردی تره. خیلی عمالی. و سوال دیگه هم اینه که چقدر از تکنولوژی روز دنیا ما عقب هستیم؟ از تکنولوژی حقیقتا نمیتونم جوابشو دقیق بهتون بگم، ولی میدونم که از تحلیل خیلی عقب هستیم. همین الان هم خیلی از همکارای من میگن که ما به اجبار داریم به GA4 مهاجرت میکنیم. چرا؟ چون یکم انگار که روحیه پذیرش رو نداریم و انگار این تغییر خیلی برامون سخته، انگار اون چیز آماده و مهیایی که وجود داشته حالا داره از همون گرفته میشه و حالا که باید فکر کنیم به کاری که انجام دادیم و اینکه چی میخوایم، ماجرا داره خیلی سخت میشه. و اگه همین رویکرد رو حفظ کنیم، مقاومت کنیم و بخوایم مدام بریم سراغ آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، به نظرم بیزینس های ایرانی حداقل آینده خوبی نخواهند داشت. بله، مرسی. و سوال آخرم اینه که شما توی کارتون با چه محدودیت ها و چالش هایی روبرو هستین؟ با توجه محدودیت هایی هم که توی ایران هست، شما با چه چالش هایی روبرو هستین؟ توی تحلیل داده و پرفورمنس مارکتینگ طبیعتاً دیتا حرف اول رو میزنه. اینکه دیتا داره درست جمع میشه، همونی هست که باید باشه یا نه، اولین چالش ماست. مسئله بعدی نحوه جمع‌آوری و نگهداری داده است. اینکه این دیتا همیشه حفظ بمونه و ما به درستی بتونیم ازش استفاده بکنیم. پرفورمنس مارکترها به خصوص در مجموعه های بزرگ یه چالشی دارن همیشه با تیم فنی، چون ایونت تریکینگ باید از سمت اونها انجام بشه و تیم فنی همه میدونن که خیلی چالش برانگیزه و کار خیلی سخت میکنه. از اون طرف باید با تیم دیتا در ارتباط باشی، یه سری دیتا رو باید از بچه های دیتا بگیری و در نهایت همه رو با هم دیگه جمع بکنی و تحلیل تو انجام بدی. پرفورمنس مارکتر شبیه حسابرس میمونه، هیچ کس نگاه خوبی بهش نداره توی مجموعه. حقیقتا همه فکر میکنن که اومده که یه اشکالی از کار تو بگیره و بره، و اولین صحبتش رو اینه که ببین من این کار رو خیلی خوب بلدم، این پنلم خیلی خوب میدونم و نیازی نیست که تو بهم بگی باید چی کار کنم. ولی واقعیت اینه که وقتی حجم کار گسترده باشه، ما ممکنه که یه بخشی از در واقع ماجرا رو از دست بدیم و نتونیم اونطوری که دیده کلی باید داشته باشیم به ماجرا داشته باشیم. یه گاردی هم از سمت خود بچه ها هست و به نظرم یه بخشی هم دختر بودن ماجرا کارو سخت‌تر میکنه، چون که هم باید اطلاعات فنی داشته باشی، هم باید اطلاعات ریاضیت خوب باشه، تعاملت خیلی خوب باید باشه، یعنی یه مجموعه از سافت اسکیل و هارد اسکیل که همه در لول بالا باید وجود داشته باشن. تو باید خودتو ثابت بکنی، آدم رو باید قبولت بکنن و هر چقدر هم که به نظرم بگن که ما خانوم ها رو پذیرفتیم، فضا براش بازه، من میگم که اینطور نیست. خیلی هم عالی، قربان شما.